یک روایتی از صحیح بخاری میخوام بیارم. عزیزان تقاضا میکنم، خواهش میکنم، قسمشون میدم به الله، به رسول الله قسم نمیدم، به الله قسم میدم، چه شیعه چه سنی خوب دقت کنن. این صحیح بخاریه، چاپ کجاست؟ بفرمایید. بیت الافکار دو ولیه، این هم ریاضش، از قول خلیفه دوم. قیل لعمر الا تستخلف، گفتن آقای عمر نمیخوای خلیفه معین کنی؟ میگه این دومش، و این اترک، کسی را خلیفه معین نکنم، فقط ترک من هو خیر منی رسول الله، اقتدا کردم به پیغمبر که کسی را خلیفه معین نکرد. پس تمام آنچه شما از آیات روایات استدلال میکنید بر خلافت آقای ابوبکر، جناب خلیفه دوم زد تو هوا، هوا هم منصورا کرد. بله. میگه اگر خلیفه معین نکنم، عمل کردم به سیره پیغمبر. و این استخلف، اگر خلیفه معین کنم، عمل کردم به سیره ابوبکر. خب ما یه سوال اینجا میاد، پیغمبر خلیفه معین نفرمودن، حالا تمام این روایاتی که در رابطه با حضرت امیره همه رو ما میگذاریم کنار، مگر قرآن نمیگه ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه؟ پیغمبر برای شما الگو باید باشه دیگه. خب جناب آقای ابوبکر خلیفه معین کرده، خلاف سیره پیغمبر نیست؟ سوال دیگه، توهین که نمیخوام بکنیم، فوشم نمیدیم، جسارتم نمیکنیم ما. خب همین یک روایت کافی است ما را وادار کنیم. صحیح بخاری هم هست دیگه. بله. کتاب های دست دوم و سوم هم نیست. این دیگه قضیه را کاملا روشن میکنه که آیا واقعا پیغمبر خلیفه معین کرده یا نکرده. اگر معین نکرده چرا بس اینا معین کردن؟ اگر معین کرده چرا بس خلیفه دوم صراحتا میگه پیغمبر خلیفه معین نکرده؟ بله. دیگه از این واضح تر، از این روشن تر من گمان نمی کنم مطلبی باشه. یعنی به قدری قضایا واضح و روشن هست، مثل آفتاب روشنه.